سلام و صبح تمام شما عزیزان بخیر. خدا کنه که صبح و بسیار خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و آرزو دارم که یک روز بسیار خوب سرشار از محبت و خوشی ها داشته باشین و فراموش نکنین که مهربان باشین، مهربانی را تمرین کنین. در نخست میریم و با هم یک جا بسته از طبیعت زیبا را تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. قدر زیباست که روز خود با دیدن طبیعت زیبا آغاز کنیم، با شنیدن آوازهای زیبای پرنده ها و همچنان با باز شدن گلهای رنگارنگ که در چار اطراف ما در فصل بهار اینا باز میشن و واقعا طبیعت دو چند و سه چند زیبا میسازن. خوب است که همیشه تماشاگر باشین، به خاطر که باعث میشه که به ما انرژی مثبت ببخشه و روز پر از انرژی داشته باشیم و همیشه شاد باشیم و خندان. دوستای عزیز فراموش نکنین که این لحظه ما در فیسبوک هم لایف هستیم. میتونین که صفحه فیسبوک ما را لایک کنین و نظریات که می داشته باشین راجع به موضوع برنامه ما کامنت بگذارین. ما حتما از دکتر سایبا میپرسیم. امروز در برنامه دکتر سایبا بسیار خوب را داریم و فعلا هم تنها نیستم و با خود دکتر صاحب محمد رفیع نظیر، متخصص امراض داخلی اطفال و همچنان پاتولوژی کلینیکی با ما هستن و موضوع ما هم است کمخونی از اثر کمبود ویتامین B12. شما میتونین با ما به تماس هم شوین و شماره تماس ما هم است 0730 700 730. مشکلاتی که دارین میتونین بپرسین و دکتر صاحب جواب شما را میگه. سلام دکتر صاحب، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر، صبح بیننده عزیز بخیر. امید که یک روز بسیار خوب و خوش آغاز کرده باشن انشالله. دکتر صاحب اگر یادتان باشه که چهارشنبه گذشته یک وعده کرده بودیم با دوستای عزیز که بحث ما را راجع به کمخونی ویتامین B12 میگیریم و شاید دوستای عزیز کمخونی را زیاد شنیده باشن و معلومات هم حاصل کرده باشن، اما ای که واقعا کمخونی از اثر کمبود ویتامین B12 چگونه است را امروز میخواییم که از شما بشنویم. تشکر. بله، من به قول خود استاد هستم، در یاد ما بود و یک ذره مطالعه هم کردم و ایده میفهمین که ویتامین B12 یکی از مهمترین ویتامین های است که انسان من حیث یک مایکرو نیوترانت یا امو مغذی های بسیار زیاد کوچک ضرورت داره و ایده همیشه به شکل متداوم باید بگیره. بیاین که سر کمخونی میچرخیم. خود کمخونی ها به سه گروپ عمده تقسیم میشه که یکی کمخونی های مایکروسایتیک، نارموسایتیک و ماکروسایتیک است. با دری هم میگم پریشان نشین. مایکروسایتیک اونو کمخونی های هستند که حجرات کوچک میشه، مثل که در کمبود آهن قبلا ما تشریح کردیم، در اموتلسیم یا ماینر این حالت ها را تشکیل میده. نارموسایتیک حالت های هستند که حجرات خون به سایز نرمال خود هستند، ساختمان نرمال دارن، اما کمخونی از سبب مثلا شکسته شدن یا امثال ازی رخ میده. و ماکروسایتیک هم یک گروه از کمخونی هایی است که حجرات سرخ خون بزرگ میشن از اندازه. ای که چرا بزرگ میشن دلابلای تشریح خود خواد گفتم. خو یکی از دلایلش مگالوبلاستیک انیمیا یا مو انیمیا هایی که حجرات مادری بسیار زیاد بزرگ پیدا میکنن و از سبب کمبود ویتامین B12 توأم با فولیت، یک چیز بسیار عمده دیگه که در این مرض شامل است، فولیت است. گرچه خود ویتامین B12 کاهش بسیار یک مبحث بسیار کلان است، اما موضوعات بسیار مهم شعال خواد گفتیم. خب در کل امی حجرات کلان چرا رخ میده؟ به خاطر از این که خود ویتامین B12 و فولیت در انقسام حجره رول داره. وقتی که حجرات تکثر میکنن، یک حجره به دو، دو حجره دو به چار، چار به 16، 16 به 32، به این شکل حجرات وجود انسان رشد نمو میکنه و حجره سرخ هم به این شکل است. وقت در ابتدا یک حجره مادری میباشه، بازی به دو حجره تبدیل میشه، باز به چار، باز چار به 8، همونطور آرام آرام ای زیاد شده میره و اگر که هسته حجره انقسام نکنه، یعنی هسته به دو هسته تبدیل نشه، یک حجره نمیتونه که به دو حجره
حجره تبدیل شوه. بنابراین در داخل هسته یک ساختمان است به نام دی ان ای، یاد میکنم را که ویتامین بی 12 و فولیت مستقیما بالای انقسام دی ان ای، یعنی یک دی ان ای به دو دی ان ای تبدیل میشه که تشریحو اگر که در جزئیات بریم بسیار طولانی میشه، خب همه قدر کوتاه باید بگویم که یک دی ان ای به دو تبدیل میشه، بازی به هسته به دو هسته تبدیل میشه، بعد از او باز حجره به دو حجره تبدیل میشه که در این همین نقطه تا یک تناقض رخ میده که دی ان ای انقسام نمیکنه، هسته یک هسته می. اما در حجره تنها پروسس تقسیم بندی نیست، در حجره مثلا پر ساختن سپلمنت ها، پوره کردن هموگلوبین و تمام گپا هست، دیگه اجزای حجره آماده شده میره ولی انقسام رخ نمیده. بنابراین حجره به جای از اینکه به دو حجره تبدیل شوه خودش کلان شده میره، مثلا ضروریت 4-5 حجره در داخل یک حجره می باشه. به مخاطر این حادثه را به نام ماکروسایتیکانیمیا یا کمخونی که حجرات بسیار زیاد بزرگ می داشته باشه تشکیل می ده که اینمی حادثه را به نام مگالوبلاستیکانیمیا یا کمخونی که از کمبود ویتامین بی 12 و فولیت به وجود بیاید. بله، بسیار زیاد تشکر دکتر صد. خب دوستای عزیز، باز هم تکرار میکنم، فراموش نکنین که میتونین با ما به تماس هم شوین. شماره تماس ما هم از 0730 700 730 و امیل از ما در فیسبوک هم لایف هستیم، میتونین صفحه ما را لایک کنین و موضوعات را که میخواین از دکتر صد بشنوین کامنت بگذارین، ما حتما از دکتر صد میپرسیم. خب دکتر صد، میشه بگوین که کیها اکثرا مصاب به کمخونی کمبود ویتامین بی 12 میشن؟ کمخونی کمبود ویتامین بی 12 گرچه که آمارش کم است اما تمام سنین در بر گرفته میتونه، از یک طفل شروع تا یک مرد کاملا یا زن کاملا کاهل، زنها و مردها را به شکل مساویانه مبتلا میسازه. در سنین پایانتر از 60 سال 9% تمام کمخونی ها را تشکیل میده و در سنین بالاتر از 60 سال 20% کمخونی ها را تشکیل میده، یعنی زیاد پیش افراد مسن مواجه است رخ میده. دلایل کمخونی خو مختلف از علتایش خود گفتم و اتر نیست که ما پیش اطفال نبینیم. ما صدها طفل با کمبود ویتامین بی 12 و یا مگالوبلاستیکانیمیا را خودم تشخیص کردیم، یعنی است وجود داره اگر سپلیمنت نرسد. و موضوع دیگه ای که پیش ویژیتاریانس یا مردمایی که زیاد از منابع نباتی استفاده میکنن به تناسب منابع ایونی، اونا بیشتر مساید هستن، چون خود ویتامین بی 12 یک نوع ویتامین است که زیادتر در محصولات حیوانی موجود میباشه، مثلا گوشت است، تخم است، شیر است و لبنیات در کل. این یک جزش است. کم کم نباتات دیگه است مثل سمارق است و شیر ناریال است، شیر بادام است که اینا میتونن که ویتامین بی 12 به مقدارهای کمتون داشته باشن. اما باید یادآوری بکنم که از نباتات ما هیچ وقت ویتامین بی 12 به دست آورده نمیداریم. ویتامین بی 12 فقط از منابع حیوانی به دست میآید و گپ خرابی است که در وجود ما ویتامین بی 12 تولید نمیشه و باید بگیریم. ما این را باید از بیرو بگیریم، چاره نداریم. ما باید به یک شکل با غذا، با دوا، با هر شکلی که میشه ما باید ویتامین بی 12 خود را تکمیل بکنیم. گرچه در افغانستان ویژیتریان زیاد معمول نیست، اما بعض افراد طبیعتا همین منابع حیوانی را خورده نمیتونن، خوش ندارن، یعنی که همونطور یک چی میگن کانجنیتال ویژیتریانز میباشن، اونا که ما هم یک چند فرد میشناسم که گوشت خورده نمیتونن، اصلا نمیتونن گوشت رو تحمل بکنن. به او دلیل این افراد هم مورد خطر هستند که میتونن به کمبود ویتامین بی 12 مواجه شون. بله، همچنان در اطفال، پیش اطفال که در سوی تغذی میرن یعنی تغذی خوب نمیشن، میتونن که به این کمبود دچار شون و بسیار مشکلات بد از سبب کمبود ویتامین بی 12 تنها رخ میده که ما میخواهیم که این مورد در این مسئله یادآوری بکنم که ویتامین بی 12 یک ویتامین بسیار عمده و مهم در وجود انسان است. کمبود ویتامین بی 12 میتونه که عوامل بسیار زیاد خراب در وجود انسان داشته باشه، مثل مهمتریناش عوامل عصبی است. کسی که کمبود ویتامین بی 12 داره خوب فکر کرده نمیدونه، یعنی قدرت تفکرش پایین میشه، مریض در دپریشن میره، مریض میتونه که دیوانه شوه، سایکوز پیدا کنه، همسال ازی حسیت بسیار زیاد خراب میکنه. مثلا ما یک چیز دست میزنیم با انگشتای خود حس میکنیم، ولی کسی که کمبود ویتامین بی 12 داره همین حسیت عمیقش از پیشش میره،
یعنی نمیتونه درست حس بکنه. مشکلات در بینایی ایجاد میکنه، ضعف عضلی ایجاد میکنه، دردهای مفاصل استخوانها، رادیکولیت ها. رادیکولایت اونو دردهایی را میگن که منشش از فقرات باشه، از موره ها باشه، در جایی که از موره ها عصب بیرون میشه و او سیر خود درست نمیتونه. و این میبینین در عصب محیطی، یکی در روان مشکل ایجاد کرد، باز در عصب محیطی مثل دردای سیاتی که در جامعه او را به نام رگ نسا میگن، اینه طور مشکل پیدا میشه. شخماندهی ها، قلنج گرفتگی ها، اینی امثال از این مریض بسیار ناتوان و بی‌حال میباشه، بسیار زیاد ضعیف میباشه، بسیار زود مانده میشه و بسیار خسته و کسل میباشه و خودش اصلا حس میکنه که من اصلا توانایی کدام کار را ندارم. این آرام آرام در وجود انسان پیدا شده میره و پیشرفت کرده میره و اگر که نشه. ولی گپ خوبی است که در وجود انسان 50% تمام ضرورت ویتامین B12 در جگر ذخیره هست و ای آرام آرام آزاد میشه. به مو خاطر هم کم خونی میگالوبلاستیک یا کم خونی حجرات بزرگ و هم کمبود ویتامین B12 که اگر به تنهایی باشه، اینا بسیار با آهستگی یک سلو آنست دارن، یعنی که با آهستگی باعث میشن که ایجاد مرض بکنن ده. یعنی یک وقت بسیار طولانی لازم داریم که ایجاد شوه. و به صورت نرمال ویتامین B12 به شکل غیر ضروری، یعنی از وجود ما به امرای امی صفرا آزاد شده میره که روزانه 0.1 پیکوگرام ویتامین B12 ما شما امرای صفرا لوز میشه و ما باید دوباره او را ارجاع بکنیم، دوباره باید بگیریم. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. خب دوستای عزیز، یک وقفه بسیار کوتاه میگیریم و دوباره بعد از وقفه بحث ما را با دکتر صاحب ادامه میدیم.